فصل شانزدهم هیچ کدام از اهالی رایموند و حتی اهالی رکتانگل به اندازه ویرجینیا از مرگ لورین متاثر نشده بودند برای ویرجینیا مرگ او یک فقدان واقعی بود در آن هفته کوتاه لورین در خانه ویرجینیا به سر برده بود و زندگی جدیدی به روی قلب او گشوده شده بود ویجینیا روز بعد از ختم لورین با راشل در این بار صحبت میکرد. آنها در حیات خانه مجلل خانواده پیچ نشسته بودند. ویرجینیا به انتهای حیات که روز قبل جسد لورین در آنجا گذارده شده بود نگاه کرد و گفت من قصد دارم که با پولهای خودم کاری برای کمک به زندگی این گونه زنها انجام دهم. من تصمیم خوبی گرفتم و راجع به آنها با رولین هم صحبت کردم. او نیز حاضر است که قسمت زیادی از پول خود را وقف این کار بنماید. راشل پرسید تو برای این کار چقدر پول در اختیار داری؟ قبلا او هرگز چنین سوالهای خصوصی از ویرجینیا نمی کرد. اکنون صحبت آزادانه درباره پول مثل سایر چیزهایی که متعلق به مسیح بود کاملا طبیعی به نظر می آید. ویرجینیا گفت من اقلا 450 هزار دلار برای این کار می توانم صرف کنم. رولین هم به همین اندازه پول دارد. او اکنون خیلی افسوس می خورد که در اثر اصراف تقریبا نصف پولی را که پدرش برای او گذارده بود به هدر داده است. ما هر دو نهایت اشتیاق را داریم که هرچه به توانیم برای این منظور جدیت کنیم. مسیح با چنین پولی چه خواهد کرد؟ ما میخواهیم که این سوال را به طور صحیح و خردمندانه جواب دهیم. خرج پولی که من به روزنامه اخبار عصر اختصاص دادم مطمئن هستم که مطابق رفتار مسیح است. بسیار لازم است که ما یک روزنامه مسیحی در رایمون داشته باشیم. مخصوصا حالا که ما باید به ضد مشروب خاران مبارزه کنیم من مطمئن هستم که 500 هزار دلاری را که به اختیار نورمن گذاشتم او به خوبی میداند که چگونه آن را مصرف کند و او عامل نیرومندی در این شهر برای پیروی از مسیح خواهد بود اما در مورد طرح دیگری که در نظر دارم مایل هستم که تو با من همکاری کنی. رولین و من قصد داریم که قسمت زیادی از املاک رکتانگل را بخریم مالکیت محلی که حالا میدان است از مدتها قبل مورد اختلاف بوده است و ما میخواهیم به محض که دادگاه مالکیت آن را تعیین کرد فورا آن را بخریم من از مدتها قبل راجع به تأسیس یک دانشکده و کلیسا در نواحی فقیرنشین مطالعه کردم. من هنوز نمیتوانم بگویم که خردمندانه ترین کاری که در رایمون میتوان انجام داد چیست ولی همینقدر میدانم که با پول من یعنی پول خدا که به وسیله من باید به مصرف برسد میتوان آسایشگاه خوبی برای پناه دادن زنان بیچاره و بدبختی مثل لورین بنا کرد من نمیخواهم که فقط وسیله واگذاری این پول باشم بلکه میل دارم در امور آن نیز شرکت کنم ولی راشل تو میدانی که این پول محدود است و فداکاری های ما هرقدر هم موثر باشد نمیتواند تا وقتی که وجود میخانه ها در این شهر قانونی است خدمت زیادی محسوب شود من خیال می کنم که این موضوع در مورد کلیه خدمات مسیحی که در شهرهای بزرگ انجام میگیرد صادق است اثرات سویی که از میخانه ها پدید می آید بیش از آن است که ما بتوانیم جبران کنیم. ویرجینیا یک مرتبه برخاست و در حیات قدم زد. راشل با صدای محسونی در جواب او گفت این حرف درست است ولی فکر کن با این پول چقدر کارهای نیک می توان انجام داد. میخانه ها همیشه نمی توانند در اینجا باقی بمانند ویرجینیا. یک وقت خواهد رسید که قوای مسیح در این شهر فائق شود. راشل چند لحظه مکس کرد و قیافه رنگ پریده او فروزندگی خاصی یافت و گفت من نیز همین عقیده را دارم. تعداد کسانی که قول طبعیت از مسیح را می دهند روز به روز افزایش پیدا می کند. اگر ما روزی به سوانیم پانصد نفر از چنین پیروان مسیح در این شهر داشته باشیم میخانه ها محکوم به زوال خواهند گردید. ولی من حالا میخواهم که تو به سهمی که خودت در این نقشه نجات رکتانگل میتوانی داشته باشی توجه کنی. صدای تو به خودی خود نیروی بزرگی است. من اخیرا عقیده های بسیاری در فکر خود پرورانیدم. یکی از آنها این است که تو می توانی یک انجمن موسیقی برای زنها درست کنی و به آنها موسیقی تعلیم بدهی. استعدادهای خوبی در میان زنان خشن آنها وجود دارد. هیچ کس تا کنون چنان آوازی که دیروز آن زنها خواندند را نشنیده است. راشل، این یک فرصت بسیار خوبی است. من حاضرم هر گونه کمکی که لازم باشد برای تهیه اورگ و وسایل و لوازم موسیقی بکنم. با موسیقی خدمت بزرگی میتوان برای نجات روح اشخاص و راهنمایی آنها به زندگی پاکتر و عالیتری به عمل آورد. قبل از آن که صحبت ویرجینیا تمام شود، اثر شگفتی در قیافه راشل پدید آمده بود. این موضوع چنان در دل او اثر کرد که او را به گریه آورد. خود او همچنین نقشه ای را در نظر داشت. این نقشه طوری بود که با نظر خود او درباره استفاده صحیح از صدا و استعداد موسیقیش کاملا منطبق بود. او برخاست و دست به دور گردن ویرجینیا انداخت و با او در حیات راه رفت و گفت من با کمال خوشبختی حاضرم که زندگی خودم را وقف این خدمت بنمایم. من عقیده دارم که مسیح میل دارد که من زندگی خود را در این راه به کار ببرم. ویرجینیا: اگر ما چنین سرمایه‌ای در اختیار داشته باشیم، های شگفت انگیزی می توانیم برای عالم انسانیت انجام دهیم. ویرجینیا گفت: اگر علاقه و استعداد تو نیز به آن اضافه شود البته موفقیت های بزرگی حاصل خواهد شد ویرجینیا سپس تبسمی کرد قبل از آن که راشل جوابی به او بگوید رولین وارد شد او یک لحظه تعمل کرده و بعد به طرف اتاق مطالعه روان گردید ولی ویرجینیا او را صدا زد و چند سوال راجع به کارهایش از او پرسید رولین آمد و روی صندلی نشست و آن سه نفر درباره نقشه آینده خود با یکدیگر صحبت کردند. رولین ظاهرا تا وقتی که ویرجینیا با آنها بود از حضور راشل هیچ گونه ناراحتی نداشت ولی طرز رفتار او با راشل اگر هم سرد نبود خیلی جدی بود گویی رولین در اثر ایمان و عقیده تازه‌ای که پیدا کرده گذشته را از نظر خود محو کرده است او وقایع گذشته را فراموش نکرده بود ولی گویی به قدری مجذوب مقاصد زندگی جدید گردیده بود که دیگر به آنها توجهی نمیکرد بعد از مدتی رولین به دنبال کار خود رفت و راشل و ویرجینیا راجع به چیزهای مختلف دیگری صحبت کردند ویرجینیا در ضمن صحبت گفت چاسپر چیز چه شده است راشل از این سوال سرخ شد و ویرجینیا تبسمی کرد و گفت لابد مشغول نوشتن کتاب دیگری است. آیا تو را در این کتاب هم خواهد گذاشت؟ تو میدانی که من پیش بینی می کردم که او در کتاب اول خود هم همین کار را بکند. راشل با همان آزردگی که همیشه بین آنها حک فرما بود گفت ویرجینیا چند روز قبل جاسپر چیز به من تقریبا پیشنهاد ازدواج کرد یا اینکه بهتر است بگویم اگر به او مهلت داده بودم چنین پیشنهادی میکرد ویرجینیا گفت خوش به حالت که قبول نکردی. راشل با تعجب پرسید چرا؟ ویرجینیا گفت چون که من هیچ وقت از جاسپر چیز خوشم نیامده است. او خیلی سرد است. من نمیخواهم که بیهوده درباره او قضاوت کنم ولی من شک دارم که او مثل دیگران از روی صمیمیت قول پیروی از مسیح را داده باشد. راشل نگاه متفکرانه ای به ویرجینیا افکند و گفت من هیچ وقت به او دلبستگی نداشتم. من از مهارت او در نویسندگیش خوشم می آمده. البته گاهی فکر می کردم که تا اندازه به او علاقه من هستم. من مطمئن هستم که اگر در موقع دیگری غیر از آن شب با من صحبت می کرد من خودم را قانع می کردم که او را دوست دارم. ولی حالا اینطور نیست. راشل چند لحظه مکس کرد و موقعی که دوباره به ویرجینیا نگاه کرد چشمان او پر از اشک شده بود ویرجینیا به طرف او آمد و دستان خود را به دور کمر او انداخت بعد از آنکه راشل از نزد ویرجینیا رفت ویرجینیا نشست و دوباره به اطمینان و اعتقادی که دوستانش به او داشتند فکر نمود ولی او حس کرد که هنوز موضوعی در ذهن راشل وجود دارد که از گفتن آن خودداری کرده است رولین برگشت و ویرجینیا طبق عادت همیشگی که در این چند روز اخیر داشت دست در بازوی او انداخت و با او در حیات راه رفت طبیعی بود که صحبت آنها به راشل بکشد زیرا او سهمی در نقشه آنها برای خریدن میدان رکتانگل داشت ویرجینیا گفت آیا تا به حال هیچ دختری را دیده ای که دارای چنین صدای خوبی باشد و زندگی خود را مثل راشل وقف خدمت بنماید؟ او حاضر شده است که درس آواز بدهد و ضمن که از راه تدریس خصوصی شاگردها زندگی خود را تمیم می کند مردم رکتانگل را از صدای شگفت انگیز خود متمتع سازد. رولین با لحن جدی گفت شک نیست که این نمونه خوبی از فداکاری است. ویرجینیا نگاه دقیقی به او افکند و گفت آیا تو فکر نمی کنی که یک نمونه بسیار عالی می باشد؟ تو می توانی فکر کنی که هیچ کدام از خوانندگان معروف اپرا چنین کاری بکنند؟ رولین گفت البته من نمیتوانم چنین فکری بکنم و همینطور هم نمیتوانم فکر کنم که هیچ کدام از رفقای ثروتمند تو کاری را که تو میکنی انجام میدن. ویرجینیا گفت من هم نمیتوانم فکر کنم که هیچ کدام از رفقای کلوپ تو کاری را که تو میکنی انجام دهند. خواهر و برادر چند دقیقه در حال سکوت در کنار یکدیگر راه رفتند. سپس ویرجینیا گفت: راجه به راشد صحبت می کردیم. چرا تو اینقدر با او به طور خشک و رسمی صحبت می کنی؟ معذرت می خواهم رولین ولی باید بگویم که انگار او از این رفتار تو میرنجد. من تصور می کنم بهتر است که تو با او طرز سمیمانه تری صحبت کنی. رولین یک مرتبه ایستاد و دست خود را از بازوی خواهرش بیرون آورد و به او رو کرد و گفت ویرجینیا تو هنوز به راز من پی نبرده ای. ویرجینیا چند لحظه متحیر ماند و سپس کمی سرخ شد و معلوم شد که متوجه موضوع گردید است. رولین با کمال آرامی گفت من تا به حال به هیچ کس غیر از راشل عشق نورزیدم. آن روز که او در اینجا بود و شما راجع به اینکه او پیشنهاد شرکت در کنسرت را رد کرده است صحبت نمودید من از او در خیابان تقاضای ازدواج کردم. البته چنان که می دانستم او تقاضای مرا رد کرد و علتی که او ذکر کرد این بود که من در زندگی مقصودی ندارم. این حرف او کاملا صحیح بود. اما حالا که من برای زندگی خود مقصودی پیدا کرده ام خیلی مشکل است که دیگر در این باره چیزی بگویم. من ایمان آوردن خود را مدیون آواز راشل هستم ولی موقعی که او میخواند من صدای او را فقط پیامی از جانب خدا میدانم و در آن موقع حس می کنم که همه ی علاقه شخصی خودم نسبت به او تبدیل به محبت خداوند و منجی بشر شده است. رولین یک لحظه ساکت ماند و سپس به سخنان خود ادامه داد و گفت ویرجینیا من هنوز همو را دوست دارم ولی تصور نمی کنم که او به تواند من را دوست داشته باشد. سپس او دیگر چیزی نگفت و به صورت خواهر خود نگاه کرد. ویرجینیا نزد خود گفت از کجا معلوم؟ او صورت زیبای برادر خود را نگاه می کرد. آثار خوشگذرانی از صورت او رفته بود. لبان محکم او حاکی از مردانگی و شجاعت بود. چشمان گیرای رولین با کمال سراحت به او مینگریست رولین اکنون مرد کاملی شده بود علتی ندارد که راشل او را دوست نداشته باشد یقینا آنها خیلی با یکدیگر مناسب هستند خاصه اکنون که زندگی آنها به واسطه نیروی مسیحی واحدی هدایت می شود. او درباره همه این مطالب با رولین صحبت کرد ولی قلب رولین از این سخنان آرام نگرفت. وقتی صحبت آنها تمام شد از یکدیگر جدا شدند. ویرجینیا بر این عقیده بود که برادرش میخواهد راهی را که برای زندگی خود انتخاب کرده است ادامه دهد و ضمن آنکه از راشل دوری نمی کند اصراری هم به ملاقات با او ندارد. ولی رولین مطمئن نبود که بتواند احساسات خود را کنترل کند و اگر خواهرش بار دیگر توصیه کند که با راشل ازدواج نماید بتواند امتناع کند